ساعت 33 دقیقه بامداد در لندن، 7 در تهران و کابل و 7:30 در دوشنبه. به چشم‌انداز بامدادی از BBC خوش آمدید. من نازنین جاوید هستم. دولت آمریکا به شهروندان این کشور هشدار داده که ممکن است تا 200,000 نفر آمریکایی به دلیل ابتلا به کرونا جان خود را از دست بدهند. گزارش داریم از تازه‌ترین خبرهای مربوط به کرونا. در ایران دولت به رسانه‌ها گفته تا اطلاع ثانوی نسخه چاپی منتشر نکنند. می‌پرسیم آیا این کار از استدلال منطقی و حقوقی برخوردار است؟ و به مناسبت 13 روز فروردین ترانه‌ای برای شما انتخاب کردیم که بهار و طبیعت را به خانه شما می‌آورد. اما ابتدا خبرهای جهان را بشنوید از فرج بالافکن. سلام و صبح بخیر. تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در سراسر جهان به بیش از 850,000 نفر رسیده و تازه ترین آمار جان باختگان تا کنون به بیش از 42,000 نفر افزایش یافته. بنابر گزارش‌ها بسیاری از کشورهای که شیوع ویروس در آنها شدت گرفته میگویند که هنوز به نقطه اوج نرسیدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم گفته که مطابق مدل‌های پیش‌بینی شده کارشناسان ممکن است 100 تا 240,000 آمریکایی جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست بدهند. آقای ترامپ در این حال ابراز امیدواری کرده که با رعایت هشدارها از سوی مردمان کشور پیش‌بینی تازه به واقعیت تبدیل نشود. کامبیز فتحی از واشنگتن گزارش می‌دهد. دونالد ترامپ در نشست خبری روزانه خود از تولید دستگاه‌های کمک تنفسی در 11 کارخانه و آماده شدن آزمایش‌های جدید کرونا خبر داد که در ظرف چند دقیقه نتیجه‌اش مشخص خواهد شد. همه اینها در حالی که قربانیان ویروس کرونا در آمریکا حالا با عبور از مرز 3400 نفر از تعداد کل قربانیان چین هم بیشتر شده. در شرایطی که رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده که تعداد جانباختگان میتواند در ظرف هفته‌های آینده به 240,000 نفر هم برسد. تازه ترین آمار وزارت بهداشت ایران هاکیست که بیش از 3,000 مورد جدید ابتلا به کرونا در آن کشور ثبت شده و 141 نفر دیگر جانشان را از دست دادند. تمدید مقررات سختگیرانه مقابله با کرونا در ایران همزمان با افزایش شمار قربانیان ادامه دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از تمدید طرح سختگیرانه مقابله با کرونا تا 20 فروردین خبر داد، اما در این حال گفته روند مهار شیوع این ویروس در 23 استان نسبتاً خوب بوده. امروز 13 نوروز است که در ایران به روز طبیعت نامگذاری شده. آقای روحانی در همین باره گفت بستان‌ها، پارک‌ها بسته هست، اما در این حال مردم هم توجه کنند، در خانه بمونند و این سنت رو بذارن برای یه موقع دیگر. همزمان وزارت ارشاد ایران انتشار نسخه کاغذی روزنامه‌ها را متوقف کرده. این اقدام در ادامه طرح رعایت فاصله گذاری اجتماعی صورت گرفت، اما در این حال وزارت ارشاد گفته که این تصمیم به معنای توقف اطلاع رسانی نیست. و وزیر امور حج عربستان سعودی از مسلمانان خواسته که صبر داشته باشند و هنوز برای مراسم حج امسال برنامه‌ریزی نکنند. او در مصاحبه با تلویزیون دولتی از مردم دعوت کرد که شکیبایی نشان بدهند تا وضعیت بیماری کووید 19 روشن‌تر شود. هر سال حدود 2.5 میلیون نفر برای شرکت در مراسم حج به شهرهای مکه و مدینه می روند. امسال تاریخ برگزاری مراسم در ماهای ژوئیه و اوت خواهد بود. حج عمره که در تمام طول سال برگزار می شود مدتی است که به دلیل شیوع ویروس کرونا متوقف شده. سلام بر شما شنوندگان و بینندگان چشم‌انداز بامدادی. به برنامه امروز چهارشنبه 13 فروردین 1399 برابر با اول آوریل 2020 خوش آمدید. من نازنین جاوید هستم و در یک ساعت آینده همراه با فرج بالافکن تهیه کننده برنامه همراه شما خواهم بود. بیماری کووید 19 همچنان در جهان بیداد می کند. تعداد مبتلایان در سراسر دنیا به بیش از 850,000 نفر رسیده و آخرین آمار جانباختگان تا کنون به بیش از 42,000 نفر اعلام شده. دولت آمریکا به شهروندان این کشور هشدار داده ممکن است بین 100 تا 200,000 نفر از آمریکایی‌ها به دلیل ابتلا به کرونا جان خود را از دست بدهند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته این کشور با چالشی مادی و بی سابقه روبروست و به شهروندان این کشور گفته که دو هفته سخت در پیش دارند.
میزان مرگ و میر بر اثر ابتلا به این ویروس در آمریکا روز سه‌شنبه از آمار رسمی تلفات در چین پیشی گرفت و به 3800 نفر رسید. مهنوش پورزیایی از واشنگتن گزارش می‌دهد. در حال حاضر بیشتر از 187 هزار نفر در آمریکا به ویروس کرونا مبتلا شدند. چیزی معادل کل مبتلایان اعلام شده در چین، کره جنوبی و اسپانیا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که همین اواخر از امید به بازگرداندن کشور به وضعیت عادی صحبت می‌کرد، روز سه‌شنبه به آمریکایی‌ها گفت دو هفته سخت را پیش رو خواهند داشت و از آنها خواست یک ماه دیگر خانه‌هایشان را ترک نکنند. متخصصان کارگروه ویژه کاخ سفید برای مقابله با کرونا در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه گفتند تدابیر و محدودیت‌های اعلام شده آرام آرام نتیجه خود را نشان می‌دهند. از آنها خواستند یک ماه دیگر هم این محدودیت‌ها را رعایت کنند. ظرف 24 ساعت گذشته ایالت‌های آریزونا، تنسی، مریلند و ویرجینیا هم به جمع ایالت‌های پیوستند که فرماندارانشان از شهروندان خواستند در خانه بمانند. حالا 32 ایالت از 50 ایالت آمریکا مشمول شرایط منع آمد و شد به جز در موارد اضطراری هستند. کاخ سفید پیش بینی کرده که حتی اگر آمار موارد ابتلای تازه میان آمریکایی‌ها کاهش بیابد، مرگ و میر از ویروس احتمالاً تا ماه ژوئن یعنی اوایل تابستان ادامه خواهد داشت. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، نیز روز سه‌شنبه با تشبیه چالش جهانی کرونا با بحران جنگ جهانی دوم خبر داد که این سازمان برنامه‌ای برای مقابله با تبعات ویرانگر اقتصادی و اجتماعی کرونا آغاز کرده. گزارش تازه سازمان ملل متحد که به کمک آژانس‌های مختلف این سازمان تهیه شده، وضعیت تاریکی از تبعات بیماری همه‌گیر کرونا در جهان را تصویر می‌کند. در این گزارش سازمان جهانی کار از بیکار شدن 5 تا 25 میلیون نفر در سراسر جهان خبر داده. سازمان جهانی توریسم از کاهش 20 تا 30 درصدی در این صنعت گزارش داده و اتحادیه بین‌المللی مخابرات پیش بینی کرده که بیش از 3 میلیارد نفر در سراسر جهان دسترسی خود به اینترنت را از دست خواهند داد. یونسکو نیز اعلام کرده 1.5 میلیارد دانش آموز به مدرسه نخواهند رفت. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، گفته برای مقابله با این تبعات کشورهای پیشرفته و در حال توسعه باید دست کم 10% تولید ناخالص ملی در سراسر جهان را به این کار اختصاص دهند، وگرنه با کابوس گسترش غیرقابل مهار بیماری چشم در چشم خواهند شد. همزمان یونان از اولین مورد ابتلا به کرونا در یکی از اردوگاه‌های پناهندگان در این کشور خبر داده. به گزارش خبرگزاری رویترز، این بیمار مادر بارداری بوده که برای وضع حمل به بیمارستانی در آتن منتقل شده بوده و در اردوگاهی با 2500 پناهجو زندگی می‌کرده. سازمان‌های امداد بین‌المللی هشدار دادند که اردوگاه‌های پناهندگان به ویژه در جزایر یونان که فراتر از ظرفیت خود پناهجو دارند، با شرایط نامساعد و کمبود امکانات بهداشتی مستعد گسترش بی‌محابای ویروس کرونا هستند. مهنوش پورزیایی گزارش میداد. حالا سری بزنیم به ایران. تمدید مقررات سختگیرانه مقابله با کرونا در ایران همزمان با افزایش شمار قربانیان ادامه دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری از تمدید طرح سختگیرانه مقابله با کرونا تا 20 فروردین خبر داده. اما در این حال گفته روند مهار شیوع این ویروس در 23 استان نسبتاً خوب است. وزارت بهداشت هم اعلام کرده در تازه‌ترین آمار بیش از 3000 مورد جدید ابتلا به کرونا در ایران ثبت شده و 141 نفر دیگر هم جانشان را از دست دادند. گزارشی داریم از همکارم مریم افشنگ. رئیس پلیس تهران اعلام کرده در روزهای 12 و 13 فروردین پلیس اجازه ورود به پارک ها را نمی دهد. محدودیت ها هر روز در ایران بیشتر می شود. تردد خودروها با شدت بیشتری کنترل می شود و تنها خودروهای بومی اجازه ورود به بعضی از شهرها را دارند. ستاد مقابله با کرونا در ایران از توقف انتشار نسخه کاغذی رسانه ها و مطبوعات تا پایان طرح ملی فاصله گذاری اجتماعی خبر داده. رئیس جمهوری ایران گفت محدودیت‌ها تا 20 فروردین ادامه خواهد داشت، اما تکلیف بعد از آن تاریخ چیست؟ بنا شد این کار هم وزارت بهداشت درمان هم وزارت کشور
این رو ظرف امروز فردا به هر حال آماده کنن و هر زمانی که آماده شد ما آماده ایم جلسه رو بذاریم. البته به طور طبیعی ما صبح یک شنبه جلسه داریم، ولی اگر زودتر هم آماده شد ما میتونیم اطلاع بدیم جلسه رو زودتر بذاریم و این کار چون مهمه، هم برای صدا و سیما مهمه، هم برای مردم مهمه، هم برای آموزش پرورش مهمه، هم برای آموزش عالی مهمه، هم برای والدین مهمه، هم برای جوانهای عزیز ما مهمه که چجوری باید سر کار برن، کی باید سر کار برن. این انشالله ما بتونیم اوائل هفته آینده شنبه یک شنبه مشخص بکنیم و اعلام بکنیم و بر مبنای اون ادامه پیدا بکنه و اجرا بشه. وزارت بهداشت ایران میگوید 44606 نفر در ایران به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و 2898 نفر به علت ابتلا به این ویروس فوت کردند. 14656 نفر هم بهبود یافتند. رئیس جمهوری ایران میگوید شرایط استانها یکسان نیست و 23 استان از 31 استان شرایط خوبی دارند. البته مدت هاست آمار مبتلایان به تفکیک استانها اعلام نمی شود. آمار جان باختگان هم هیچگاه به تفکیک استان اعلام نشده. در آمار و ارقامی که امروز در جلسه ما بهداشت و درمان اعلام کرد، آمارهای امیدوار کننده ای هم بود، هم نسبت به استانهایی که ورودی بیمارستان ما کمتر شده و خروجی از بیمارستان بیشتر شده که برخی از استانهای ما این حالت رو دارن. یعنی اون جهش یک مرتبه‌ای که در این نمودار در کشورهای دیگر می‌بینیم، این جهش رو در ایران نمی‌بینیم، ملایم‌تر هست. پیشتر هلال احمر اعلام کرده بود 8.5 میلیون نفر در 19 استان به سفرهای نوروزی رفتند و ستاد مقابله با کرونا هم از بالا رفتن آمار بعد از تعطیلات نوروزی خبر داده بود. دیروز یه استانداری که من باش صحبت میکردم، استاندار اردبیل، من سوال کردم، گفتم ما که از مردم درخواست کردیم مسافرت‌های نوروزی نرن، امسال چند درصد شما کاهش سفر داشتید؟ گفت من تقریبا میتونم بگم سفر نوروزی ما صفر بوده. دو هفته قبل از شروع تعطیلات نوروزی، مقامات استان اردبیل از ممنوعیت سفر به این استان خبر دادند و گفتند مراکز اقامتی این استان تعطیل خواهد بود. ضد عفونی کردن شهرها به ویژه مناطقی در تهران همچنان ادامه دارد. بعضی از ورزشگاه‌ها به مرکز موقت قرنطینه بیماران مبتلا به کرونا تبدیل شده. دولت امیدوار است با وضع محدودیت‌های جدید از شیوع بیشتر کرونا جلوگیری کند. محدودیت‌هایی که بسیاری معتقدند باید مدت‌ها قبل وضع می‌شد. گزارشی بود از مریم هفشنگ با دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک عمومی و محقق در واشنگتن در تماس هستیم. آقای دکتر خوش آمدید به برنامه. می‌بینیم که در ایران مقام‌ها هنوز حاضر نشدن که شهرها را قرنطینه کنند یا محدودیت‌های اجتماعی رو تشدید بکنند، بلکه فقط این محدودیت‌ها رو برای یک هفته دیگه تمدیدش کردن. در حالی که در مثلا در کره جنوبی با وجود اینکه دوران اوج این بیماری به پایان رسیده، باز همون تدابیر سختگیرانه ادامه داره. به نظر شما مقامات ایران انتظار دارن در این یک هفته چه تغییری حاصل بشه؟ مسلما خود اینها هم میدونن که بیماری کرونا و کووید 19 که ناشی از این ویروس هست، این دوره پاک بودنش حداقل باید دو دوره 14 روزه بگذره تا بعد اجازه بدن قرنطینه ها کاهش پیدا بکنه. پس هنوز که ما در اوج بیماری هستیم، نه تنها اینا بسیار خوشبینانه است، بلکه ناشی از این هست که در واقع مردم رو نامحرم میدونن و میگن ما یک سری اطلاعاتی داریم که مردم نباید بدونن. به عنوان مثال از هفته گذشته همطور که در گزارش هم اشاره شده بود، دیگه گزارش ها رو به تفکیک استان ها نمیگن در واقع، و شروع کردن به یک سری اقدامات تبلیغاتی مثل اینکه معجزه اتفاق افتاده، معجزه رخ داده، بقیه دنیا باید از ما درس بگیرن، ولی هیچگاه نیومدن جزئیات این موفقیت های که شعار میدن رو اعلام بکنن، و این منجر به این میشه که اولا یه حس خوشبینی به مردم بی دلیل ایجاد
زیاد بشه و اون حس منجر به این بشه که کنترل ها و مراقبت ها کمتر بشه و باز این برخلاف اون دستورالعمل هایی هست که وجود داره و از طرف این گسستگی بین مردم و حکومت بیشتر و بیشتر میشه و باعث این میشه که مردم همکاری حداقل تو بخش های دولتی نداشته باشن، هرچند که گزارش های خیلی خوبی میرسه که مردم واقعا در این زمینه تا جایی که تونستن مراقبت رو انجام دادن. در این حال میبینیم که بین مقامات دولتی هم یک همفکری و یک دستی وجود نداره. معاون وزارت بهداشت بر لزوم اعمال این محدودیت ها تا آخر فروردین ماه تاکید کرده، درصد که آقای روحانی اون رو تا 20 فروردین تمدیدش کرده. این اختلاف نظرها دلیلش چیه؟ اختلاف نظرها به دلیل این هست که بعضی ها در واقع دنبال رو اون نظرات کارشناسی میرن که علمی هست و بعضی ها صرفاً شعاری برخورد میکنن. متاسفانه در حال حاضر ما رئیس جمهوری داریم که اصلاً از این شعار دادن ها کوتاه نمیاد ایشون، یعنی چه از زمانی که ایشون اعلام کردن بعد از 3 ما این بیماری رو شکست خواهیم داد، چه از این که 15 اسفند گفتن آخرین روز کرونا خواهد بود، چه در این که گفتن ایام نوروز ما مشکلی نخواهیم داشت، و چه بعد از اون و الان هم خوشبینی هایی که برای هفته آینده اعلام کردن و گفتن تا 1 بعد شرایط عادی خواهد شد. اما بعضی ها واقعا دلسوزانه دارن اون مطالب علمی و پیشبینی های علمی رو دنبال میکنن، به همین دلیل این اختلاف نظرها هست. و از اون طرف هم خب در بدنه حکومت ما شاهد این هستیم که تصمیم گیران خیلی متعدد هستن، هر کدوم خودشون تصمیم گیری های مجزایی دارن و هیچ کدوم یک نظر واحد رو دنبال نمی کنن. به این دلیل ما میبینیم که انواع مصاحبه های مختلف با نظرات مختلف در واقع اعلام میشه. آقای دکتر، میشه یک سوال پزشکی ازتون بکنم؟ یک کمی بیشتر مربوط به کار شما باشه. در اینو یکی از مخاطبان ما پرسیده، میپرسه که آیا ویروس کرونا رو میتونیم با استفاده از هوای گرم از روی مواد غذایی از بین ببریم؟ بسته بندی هایی که خریداری میشه اگر با سشوار گرم کنیم ویروس های احتمالی از بین میره؟ این هم از اون نظرات بسیار زیادی هست که توی اینترنت و توی فضای مجازی زیاد گسترش پیدا کرده. بارها و بارها اعلام شده ویروس در شرایط آزمایشگاهی در مقابل گرما مقاومت کمتری داره، اما ما در شرایط واقعی محیط بیرون میبینیم که ویروس در هوای گرم 40 جزیره کیش هم رشد میکنه، در بندر عباس هم رشد میکنه، در فضای گرم فلوریدای آمریکا هم رشد میکنه. پس گرما به هیچ عنوان در حال حاضر به عنوان عامل کنترل کننده وجود در واقع معرفی نمیشه، چه با سشوار چه در فضای آزاد، اما با جوشاندن این موضوع از بین میره که خب امکانش نیست. اما برای سبزیجات، میوه ها و مواد غذایی بهترین راه این هست که موقعی که میخواد وارد خونه بشه از اون پلاستیکش خارج بشه و شستشو داده بشه. این بهترین روش زدودن ویروسی اگر احتمالی وجود داشته باشه هستش. خیلی متشکرم آقای دکتر. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک عمومی و محقق در واشنگتن. همونطور که پیشتر شنیدید، معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد در راستای تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا و ادامه طرح رعایت فاصله گذاری اجتماعی تا 20 فروردین با صدور اطلاعیه انتشار نسخه کاغذی رسانه‌ها را موقتاً متوقف کرده. در ادامه اطلاعیه آمده که عدم انتشار نسخه کاغذی به معنای توقف اطلاع رسانی نیست و از این رسانه‌ها خواسته شده که تمام تلاش خود را در زمینه اطلاع رسانی در فضای برخط و شبکه‌های اجتماعی به کار بگیرند. از ابوالحسن مختاباد، روزنامه‌نگار ساکن سان فرانسیسکو، پرسیدم که آیا این کار استدلال منطقی و حقوقی دارد؟ به نظر من نه، استدلال حقوقی پشت این تصمیم و اعلام اون وجود دارد از طرف ارشاد، نه استدلال منطقی. استدلال حقوقی از این منظر که در حال ما قانون مطبوعات رو داریم و در قانون مطبوعات در ماده 5 و تبصره هایی که داره اومده که هیچ نهادی نمیتونه به اصطلاح مطبوعات رو از انتشار باز بداره و این کار غیر قانونیه و حتی تخلف و جرم داره، یعنی در واقع فردی که چنین کاری رو میکنه باید مجازات بشه تا 6 زندان هم داره. ضمن این که چون اگه کل مطبوعات رو نمیتونین جلو انتشارش بگیرین، اگر هم بخواین جلوی انتشارش رو بگیریم فقط راجع به یک خبر خاص میتونید این کار رو انجام بدید.
استدلال منطقی هم وجود نداره، به این دلیل که دولت یا همون شعار ستاد ملی مبارزه با کرونا میتونه اعلام کنه، چون که سیاست هایی رو هم اعلام کرده به این مبنا که برفض شیوه هایی رو برای فاصله گیری اجتماعی، یعنی اون رو اعلام کرده که هر کسی که بخواد فعالیتی بکنه باید این فاصله رو رعایت کنه. اون منطق درستیه. ببخشید آقای مختبات وسط حرفتون، ببینید من هم دارم کار رسانه میکنم، من با بقیه همکارانم اینجا برای ما شرایط امکاناتی فراهم کردن که بتونیم در یک موقعیت امتر، مناسبتر و بهتری بیایم سر کار، یا عوارض رانندگی رو برای ما از بین بردن موقتاً، یعنی میتونیم با ماشین بیایم یا تاکسی برامون میفرستن. اینجا همون فاصله گذاری که شما بهش اشاره میکنید و رعایت داریم میکنیم. خیلی ها که از خونه میتونن کار بکنن از خونه کار میکنن، ولی ما مثل خیلی های دیگه که در رسانه کار میکنیم به عنوان کارکنان کلیدی معرفی شدیم، توصیف شدیم. شما اونجا خودتون دارید کار مطبوعاتی میکنید در آمریکا. مشاهده شما در مورد سایر کسان دیگه که در مطبوعات در رسانه ها کار میکنن چیه؟ دقیقا همینه. الان شما همین امروز من داشتم از شبکه CBS به اصطلاح دنبال میکردم، فرماندار نیویورک گزارش میداد، روزنامه‌نگارا رفته بودن توی میتینگ خبرنگار حاضر بودن، اون فاصله اجتماعی هم رعایت شده بود، نزدیک 20-25 رو اجازه به نظر دادن. شما دلیلش چیه آقای مختبات؟ چرا یک همچین توصیه‌ای کردن، یک همچین فشاری دارن میارن؟ چون در این سالها به نظر من مطبوعات رو به قدر ذلیل و خفیف کردن، به خصوص مطبوعات چاپی رو، که عملا مطبوعات چاپی دیگه اون نفوذشون رو به عنوان این که یه خبر رو انتقال بدن به مخاطبان ندارن. یعنی اون کارکرد اصلی رسانه در ایران به خصوص رسانه چاپی تهی شده و این تهی به یه تباهیدگی انجامیده که عملا دولت هم فکر کرده خب دیگه اینا اصلا مهم نیستن، بنابراین بهتره که اصلا نباشن تو این ایام تا 20 به اصطلاح فروردین. و خود مطبوعات هم در واقع این ماجرا رو دنبال نکردن تو همین ایام، البته به جز برخی رسانه ها تو همین ایام تعطیلات نوروز ما دیدیم که عملا بار اصلی در واقع خبررسانی بر عهده شبکه‌های اجتماعی بوده. خب طبیعی هستش اونا نمیتونه، چون صدا سیما که خیلی ضعیف عمل میکنه و یک جانبه و اطلاعاتش هم مورد اعتماد مردم نیست غالبا، بنابراین عملا ما یه رسانه مرجعی که بتونه تکلیف خودش رو انجام بده در این ایامو نداریم. من فکر میکنم این خلأ همچنان وجود داره، دولت هم دیده این به اصطلاح بود و نبود اینا فرقی نداره، گفته بهتر است نباشن. ابوالحسن مختابات، روزنامه‌نگار در سان فرانسیسکو. برنامه چشم‌انداز بامدادی رو ادامه میدیم با خبرهای دیگری از ایران. تصاویری از زندان شیبان یا زندان مرکزی اهواز به دست بی بی سی فارسی رسیده که در آن ستونهای دودی دیده می‌شود که به نظر می‌رسد دلیل آن آتش‌سوزی در ساختمان و محوطه زندان باشد. در ویدیوهایی که دیروز سه‌شنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، صدای تیراندازی هم از بیرون زندان شنیده می‌شود. بنابر گزارش‌هایی که بی بی سی مستقلاً قادر به تایید آن نیست، زندانی‌ها به دلیل شیوع کرونا و از ترس ابتلا به بیماری در زندان شورش کردند. زندان شیبان در شمال شرق شهر اهواز، مرکز استان خوزستان و در منطقه خارج از شهر واقع شده. در روزهای گذشته و همزمان با افزایش نگرانی از شیوع ویروس کرونا، زندانیان در زندان‌های مختلف ایران شورش و در مواردی از زندان فرار کردند. همزمان فرمانده نیروی انتظامی خوزستان درگیری در زندان شیبان را تایید کرده. سرتیب حیدر عباس‌زاده به اینا گفته نیروهای امنیتی زندان، نیروهای ماموران انتظامی استان و نیروهای بسیج و سپاه برای برخورد با زندانیان معترض در محل حاضر شدند. این خبر در حالی منتشر می شود که گزارش های مشابهی در رابطه با درگیری نیروهای امنیتی با زندانیان در زندان سپیدار اهواز هم منتشر شده. از کریم دهیمی، فعال حقوق بشر در لندن، درباره جزئیات این اعتراض ها پرسیدم. دوشنبه زندانیان زندان سپیدار نسبت به عدم وجود امکانات بهداشتی و شیوع بیماری چیز کرونا، ویروس کرونا، اینا یه سری درخواستایی داشتن، متاسفانه مسئولین زندان به آنها جواب دادن و اعتراض کردن و بعضی از بندها به طور کامل بیرون اومد در محوطه و یک سری درگیری های ایجاد شده و زندان روز دوشنبه شب تحت کنترل زندانیان بود و که بعد از آن به دلیل وجود
منازل اطراف زندان سپیدار که متعلق به کارمندان زندان هست اونها محاصره میشن و نیروهای امنیتی وارد زندان میشن و شماری از زندانیان مجروح و طبق خبرهایی که به ما رسید 3 نفر کشته شدن. به روز سه‌شنبه 12 فروردین زندانیان شیبان، زندان شیبان در شمال شهر اهواز، اینها هم در این زندان 3 نفر مبتلا به کرونا هستند، به ویروس کرونا، که این 3 نفر از بند 5 که بیشتر زندانیان سیاسی هستند در اونجا، اینا مبتلا هستند که اینها رو قرنطینه میکنن. بقیه زندانیان همین علائم سرفه و به هر حال درد و تب رو داشتن که سر درخواست هایی میکردن در زندان. فقط بهداری هست که به اونها استامینفن میدادن، امکانات بهداشتی، ژل، نمیدونم ضد عفونی کننده، الکل یا چیزی در اختیار زندانیان نذاشتن و باعث شده که احتراز بکنن نسبت به تبعیضی که متاسفانه در مرخصی ها، در عفی که شد و در وجود این امکانات امروز اینها تجمع میکنن و متاسفانه با اونها برخورد شد. گاز اشکاور و این آتش سوزی که در این کلیپ ها در فضای مجازی منتشر شد، خانواده ها اونجا جمع شدن در جاده اهواز شوشتر. خانواده ها خیلی نگرانن، وضعیت خیلی ناجوره، زندان محاصره است و کسی از درون زندان خبر دقیقی رو ندارن و حتی مسئولین هم متاسفانه به خانواده ها جواب به جای جواب قانع کننده بدن اون به طرف آنها شلیک کردن. کریم دهیمی، فعال حقوق بشر در لندن. چشم‌انداز بامدادی را از BBC در لندن میشنوید و میبینید. مثل همیشه در انتظار دریافت پیام‌های شما هستی. به ما بگید برنامه‌تون برای 13 به در که قراره توی خونه و با حفظ فاصله اجتماعی برگزار بشه چیه؟ این روز مهم در تقویم ایران رو در شرایط امروزی چطور برگزار می‌کنید؟ در تلگرام با شناسه BBC شما و در پای برنامه زنده ما در فیسبوک. دیدگاه‌های شما در این برنامه در تلگرام به BBC شما. بامدادی @bbc.co.uk 2044 370 412 22 22. کمی از ویروس کرونا فاصله بگیریم و به خبر دیگری بپردازیم. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، هر گونه اقدام نظامی آمریکا در عراق را به حمله داعش تشبیه کرده و هشدار داده که اگر نیروهای آمریکایی از این کشور خارج نشوند، مردم عراق آنها را مجبور به خروج خواهند کرد. دیروز مقامات عراق استقرار سامانه دفاع موشکی پاتریوت در 2 پایگاه عین‌الاسد و اربیل در عراق را تایید کردند. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در 2 هفته گذشته 4 پایگاهشان در عراق را ترک کردند. پیشتر روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی از تصمیم آمریکا برای حمله به مواضع نظامیان شیعه کتائب حزب الله در عراق خبر داده بود، گروهی که از سوی ایران حمایت می‌شود. ساعتی پیش از همکارم نفیسه کوهنورد که خبرهای مربوط به عراق را دنبال می‌کند، پرسیدم که اگر نیروهای ائتلاف در حال ترک پایگاه‌های خود هستند و سامانه‌هایی که استقرار پیدا کردند جنبه دفاعی دارند، چرا مقام‌های ایران درباره اقدام نظامی آمریکا در عراق هشدار دادند؟ نگرانی اصلی به خاطر اینه که اول از اول قرار بود که نیروهای آمریکایی و نیروهای ائتلاف تعداد نیروهاشون رو کم بکنن، به خصوص بعد از تحولاتی که بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی اتفاق افتاد و حملات مکرری که بر پایگاه‌های نیروهای آمریکایی و ائتلاف رخ داد که تعدادی از نیروهای ائتلاف در اون جانشون رو از دست دادن. اما با توجه به سندی که به دست نیویورک تایمز اخیراً افتاد، نشون داد که بحث‌های پشت پرده‌ای در جریان بود مبنی بر اینکه پنتاگون دستوری صادر کرده و از مقر فرماندهی نیروهای ائتلاف در بغداد خواسته که عملیاتی رو طراحی کنند برای حمله کردن به نیروهای نزدیک به ایران و مشخصاً کتائب حزب الله. و جالب اینه که قبل از اینکه حتی این سند منتشر بشه هم
نیروهای کتاب حزب الله و نیروهایی مثل سید الشهدا که رابطه نزدیکتری با ایران دارن هم مدام هشدار میدادن که متوجه تحرکات به گفته اونها مشکوک نیروهای آمریکایی هستند در عراق، از جمله تجسس بر بالای پایگاه‌های اونها اونطور که اونها میگفتن، و برای همین هم نگرانی از این بود و نگرانی از این هست از طرف این گروه‌ها و به نظر از طرف ایران که آمریکا یک فعالیت گسترده‌ای رو، یک حمله گسترده‌ای رو انجام بده، به خصوص که این گروه‌ها با اینکه حتی خود این گروه‌های هشت شعبی بخشیشون نیروهاشون رو از مناطق مختلفی که احتمال میدن مورد حمله قرار بگیره جابجا کردن، اما دست از تهدید هم بر نداشتن. به نظر از طرف ایران همین وجود داره که در نهایت آمریکایی‌ها بخوان این کار رو بکنن، با توجه به اینکه الان هم خب نیروهای ائتلاف دارن عراق رو ترک میکنن و مشخص شده که پشت پرده یک اختلاف نظری هم بود، به خاطر اینکه بین فرمانده آمریکایی در بغداد و پنتاگون اختلاف نظر بود مبنی بر اینکه نیروهای ائتلاف در عراق برای مبارزه با داعش هستن و نمیتونن وارد کشمکش بین ایران و آمریکا بشن، و برای همین هم هست که باید اول ائتلاف ضد داعش منحل بشه و این اتفاق داره الان میفته. نازنین نفیسه کوهنورد. نگاهی بندازیم به سرخط خبرهای جهان. تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در سراسر جهان به بیش از 850 هزار نفر رسیده و تازه ترین آمار جانباختگان تا کنون بیش از 42 هزار نفر گزارش شده. تازه ترین آمار وزارت بهداشت ایران حاکی است که بیش از 3 هزار مورد جدید ابتلا به کرونا در این کشور ثبت شده و 141 نفر هم جانشان را از دست دادند. در این حال حسن روحانی از تمدید طرح سختگیرانه مقابله با کرونا تا 20 فروردین خبر داده. همزمان وزارت ارشاد ایران انتشار نسخه کاغذی روزنامه‌ها را موقتاً متوقف کرده. در فرهنگ ما عدد 13 از دیرباز شماره شوم، نامیمون یا منحوس بوده. شاید به این دلیل که بعد از شماره 12 می آید که نهایت خوشیوم نیست. نمونه های زیادی داریم از این خوشیومنی. 12 امشا سپندان مزدیسنا یا فرشتگان زرتشتی، 12 حواری حضرت مسیح و حتی 12 امام تشیع. به گونه ای عدد 12 به نجوم برمی گرده و به 12 برج. 12 عددی است کامل و 13 که بعد از آن می آید زائد. به همین دلیل هم روز 13 نوروز روزی نحس پنداشته می شد و در این روز در خانه نمی ماندند و به چمنزارها می رفتند و سبزه نوروزی رو هم با آرزوی پشت سر گذاشتن نحسی ها و ناخوشی ها دور می انداختند. اما امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا به مردم اکیداً توصیه شده که این رسم باستانی رو به جا نیارند و در خانه بمانند. مقام های سیاسی و چهره‌های فرهنگی و هنری هم توصیه های مشابهی کردند. از جمله رسید مژده، رسید مژده که ایام غم نخواهد ما، رسید مژده که ایام غم نخواهد ما، چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ما. با درود فراوان، من سحر زیبایی هستم، خواننده آواز سنتی و کردی. نوروز باستانی رو به همه شما مردم عزیز کشورم تبریک عرض میکنم. آغاز سال 99 مثل هر سال نبود و شکل تازه ای داشت، ولی خب درسای زیادی رو به همون داد. اینکه چقدر همدیگر رو دوست داریم، اینکه چقدر بدون هم فقیریم و اینکه زندگی بدون درد همگانی زیباست. من این روزها رو به توصیه کادر پزشکی در قرنطینه به سر میبرم. خواهش میکنم صمیمانه شما هم در خانه بمانید. همونطور که از سحر هم شنیدید، چاره‌ای نیست جز این که در خانه بمانیم،
اما می شود در خانه هم پنجره دلمان را به روی طبیعت باز کنیم و در افکارمان از زیبایی آن لذت ببریم. سحر زیبایی برای تشویق ما به این کاری که از ترانه‌هایش را انتخاب کرده و برای ما فرستاده موزیک ویدیوی بهار تلفیقی است از موسیقی محلی کردی و لوری که کار مشترکی است با خوانندگی مسلم علیپور. چمن یا سر زند دشت سرم، چمن یا سر زند دشت سرم، یه گل نازنین قنچد را ای عزیزم، همه کسم دستمال یادگاری تا و دستم که موک روزیم به تو برسم، بهارم و یارم و یه خنواکو چی کرج حالی دستگیر و نهناکو، دنیای روزه عزیزم دنیای دمه، خوشحال و خوم و خدا جمعم و جمع موزیک ویدیوی بهار رو شنیدیم و دیدیم، اما امیدوارم طبیعت زیبای ایران شما رو به فکر رفتن به خارج از خونه نیندازه و به توصیه‌های پزشکی عمل کنید و یک امسال رو در خونه بمونید به امید 100 سال به از این سال. سعدی در وصف بهار شعری دارد که در یکی از ابیات آن چنین میگوید: طبیب از من به جان آمد که سعدی قصه کوتاه کن که دردت را نمیدانم برون از صبر درمانی. با این یک بیت بریم به سراغ شیرازه، ویژه برنامه فرهنگی ایام نوروز که امسال فصل سومش در حال بازپخشه، فصلی که به گلستان سعدی داده شده. سام فرزانه تهیه کننده این مجموعه در 11 قسمت به دنبال این سوال رفته که دین و مرام سعدی چه بوده و او چقدر در امور دینی اهل مدارا بوده. شیرازه، ورقی از گلستان سعدی، دین و مدارا. سلام و درود، خوش آمدید به ادینبرا در یک روز استثنائاً آفتابی، گرچه همچنان باد میاد و سرده. از من هم سلام. برنامه با صدای یاسر میردامادی پژوهشگر دین و فلسفه شروع شد. اواخر سال 94 بود که در شهر ادینبرا یا ادینبورگ اسکاتلند با او مصاحبه کردم و حیفم آمد سلام و خوش آمدگوی گرمش را پخش نکنم. در مورد گرایش دینی و مذهبی جناب سعدی باید بگیم که تقریبا به قطع میشه گفت که سنی مذهبه و نه شیعه، اما از نظر مذهب فقهیش او شافعی مذهبه، همچنین از نظر کلامی یعنی تیولوژیکال عقیده دینشناسانش او اشعریه که به این بیشتر خواهم پرداخت. قبل از اینکه آقای میردامادی توضیح بدهد اشعری ها چه عقایدی داشتند، این را بگویم که دانستن مرام و مسلک سعدی به ما کمک می‌کند بخشی از حکایات او در گلستان را بهتر بفهمیم. برگردیم به اصل حرفمان. اشعری ها در واقع جریان سومی بودند که حاصل جمع دو شاخه فکری دیگر بودند، مثل بچه‌ای که والدینش از دو نژاد مختلف باشند. یکی از این والدین معتزلیان بودند. معتزلیان میگفتن عقل انسان تا حدودی میتونه راه سعادت رو به خودی خود پیدا کنه، اما این عقل محدودیت هایی داره، در نتیجه خداوند پیامبران رو میفرسته برای هدایت انسان ها.
یکی دیگر از والدین اهل حدیث بودند. اهل حدیث کاملا ظاهرگرا بودند و معتقد بودند عقل انسان به هیچ عنوان حتی تا حدودی هم کافی نیست برای پیدا کردن راه سعادت و ما فقط باید به دین و به وحی مراجعه کنیم و ضمناً وحی و دین رو هم و مثلا قرآن رو در بحث ما هم فقط به تفسیر ظاهری کرد. سلسله اشعری ها اول از معتزلیان بود، بعد توبه کرد و به اردوگاه اهل حدیث رفت، بعد هم راهش را جدا کرد. اما نکتهش اینه که به خاطر اون پیشینه عقلگرایی که داشت کاملا اهل حدیث نشد، بلکه اون جهاز و دستگاه عقلگرایانه ای رو که از معتزلیان آموخته بود به کار گرفت برای اینکه موضع محافظه کارانه اهل حدیث رو عقلانیش کنه و نتیجهش یه چیزی شد که نه کاملا معتزلی بود و نه کاملا حدیثگرا. این رو بهش میگیم اشعریگری مذهبی که سعدی از یه همچی سنتی میاد. از جمله چیزهایی که اشعری ها از اهل حدیث گرفتند یکی جبرگرایی بود. جبرگرایی یعنی آدمیان در افعالشان از خود اراده و اختیار ندارند و همه چیز به تقدیر الهی است. مثلا این تقدیر الهی بوده که ما شیرازه بسازیم، نه اینکه خودمان تصمیم گرفته باشیم که شیرازه درآوریم. اشعریان اما کوشیدند این باور جبرگرایانه را با استفاده از شیوه های عقلگرایانه معتزله توجیه کنند. سعدی در گلستان میگوید آن کس که توانگرت نمیگرداند، او مصلحت تو از تو بهتر داند. حالا شاید ما بپرسیم اگر سعدی معتقد بوده انسانها اختیاری از خود ندارند، برای چه به خودش زحمت داده و کتابی نوشته که به ما راه و رسم زندگی را بیاموزد؟ آن هم به آدمهایی که هر کاری میکنند خارج از اختیارشان است. آقای میردامادی در پاسخ میگوید که نظریه های جبر و اختیار دو تفسیر از عالمند. چه من فکر کنم مجبورم، چه من فکر کنم مختارم، بازم کار خودم رو میکنم. و این اساس جبرگرا میتونه با همین تفسیر بگه بله من جبرگرا هستم. یعنی یه نگاه درجه دو داشته باشم، از همه بیام بیرون و از بالا نگاه کنم جبره. ولی توی این گیم، تو این گیم مجبورانه، منم باید بازی خودم رو بکنم. و بازی من اینه که پندان درس بدم، آدم ها رو به عشق دعوت کنم، آدم ها رو به مدارا یا هر چیز دیگه دعوت کنم و اونا هم یا حرف منو گوش بدند یا ندن. حالا شبنم طلوعی حکایتی از گلستان را میخواند که در آن پدر سعدی، سعدی را پند میدهد. از روی جبر یا اختیارش را هم ما نمیدانیم. یاد دارم که در ایام طفولیت متعبد بودمی و شبخیز و مولع زهد و پرهیز. شبی در خدمت پدر رحمت الله علیه نشسته بودم و همه شب دیده بر هم نبسته و مصحف عزیز بر کنار گرفته و طایفه ای گرد ما خفته. پدر را گفتم از اینان یکی سر بر نمی دارد که دوگانه ای بگذارد. چنان خواب غفلت بردند که گویی نخفتند که مردند. گفت جان پدر، تو نیز اگر بخفتی به از آن که در پوستین خلق افتی. نبیند مدعی جز خیشتن را که دارد پرده پندار در پیش. گرت چشم خدابینی ببخشند نبینی هیچ کس عاجزتر از خیش. نظر مهدی جامی و فاطمه زارعی دو نویسنده همراه برنامه را بشنوید. اگر از من بپرسید میگم مذهب سعدی بی تردید بی آزاری است. بهترین نمونه به نظر من در این ماجرای بی آزاری همین است که آقا قرآن نخون که بر سر دیگران منت بگذاری. اگه میخوای منت بگذاری بهتره که بخوابی تا در پوستین خلق بیفتی. این خودش نشون میده که حتی در مورد قرآن خوندنم این رو استثنا نمیدونم. به نظر من یکی دیگه از جلوه های ویژه هنر سعدی در برخورد بی نظیرش با مذهبه. متنی که در ستایش خداوند اون اول میگه که هممون میشناسیمش، هممونو خام میکنه که سعدی به شدت مسلمه، در حالی که نیست. هرگز از آخرت خداوند اسمی به میون نمیاره، هرگز از بهشت و جهنم
اگرم اسمی از بهشت و جهنم آورده، فقط جایی که میخواد به پادشاه یادآور بشه که تو بالاترین قدرت نیستی، خودتو مطلق فرض نکن. در گفتگویم با یاسر میردامادی همین موضوع را پرسیدم که چطور سعدی که خود عالم دینی بوده حرفی از بهشت و جهنم نمیزند. حداقل این یه سنت دینی و عرفانی و بیشتر عرفانی بوده که عذاب جهنم یا پاداش بهشت اینا هدف نیست، اینا پیامده، ولی هدف اصلی این است که تو در درون خودت بتونی بهشتی درست کنی و از اینکه درونت پر آتش بشه به تعبیر قرآن فرار کنی، همین الان در همین دنیا. و این رو جدی گرفتن اهل باطن و متصوفه و بستش دادن. سعدی تو همین سنت، مولوی تو همین سنت، حافظ تو همین سنت. اما وقتی که نوبت به پیروان دیگر ادیان میرسیده، انگار که سعدی چندان با آنها خوش برخورد نبوده. ماجرای خانه خریدن سعدی را بشنوید. در عقد بیع سرایی متردد بودم. جهودی گفت آخر من از کت خدایان این محلتم، وصف این خانه چنان که هست از من پرس، بخر که هیچ عیبی ندارد. گفتم بجز آن که تو همسایه منی، خانه ام را که چون تو همسایه است 10 درم سیم بد عیار ارزد. لکن امیدوار باید بود که پس از مرگ تو 1000 ارزد. حکایت های دیگری از این دست باز هم در گلستان هست. یاسر میردامادی یک اما سر اینها دارد. به طور طبیعی سعدی فرزند زمانه خودشه، نمیشه انتظار داشت کسی از زمانه خودش به طور کامل فراتر بره. در ضمن از جان لاک پدر لیبرالیسم مثال میزند که 4 قرن بعد از سعدی وقتی از تساهل حرف میزده منظورش با همه نبوده. جان لاک هم در اون رساله معروفش نامه‌ای در باب تساهل هم در همون ابتداش میگه که تمام مذاهب مسیحی باید با هم صلح کنن. یعنی او هم دغدغه اصلیش جان لاک برقراری مدارا میان تمام مذاهب مسیحیه. آقای میردامادی برای مطالعه بیشتر درباره مدارا در دین کتاب نامه‌های عین‌القضات همدانی، حکیم و عارف قرن 5 و 6 را توصیه می‌کند. این کتاب را علی نقی منزوی و عفیف عسیران تصحیح کردند و کتابخانه منوچهریان را منتشر کرده. بخشی از نامه 92 از این قرار است: هر که طالب علم یقین بود، اول شرط در راه او آن بود که کل مذاهب عالم در دیده او برابر نماید. و اگر فرقی داند، یعنی طالب علم یقین فرقی داند میان کفر و اسلام، این فرقت دانستن، یعنی این تفاوت گذاشتن، در راه طلب او سدی بود که او را نگذارد که به مطلوب رسد. خلاصه اگه میخوای راه درست رو پیدا کنی، راهش اینه که میان کفر و اسلام فرق نذاری بر اساس تعصب، اینا رو برابر بدونی و بری و ببینی راه خود به تو خواهد گفت که چون باید رفت. موسیقی در این برنامه حاصل ستار نوازی فرج بالفکن است. من سام فرزانه تهیه کننده این شیرازه بودم. تا برنامه بعد، نقطه. خب اینم از شیرازه امروز. نگاهی بندازیم به بعضی از پیامایی که به دست ما رسیده. شاهین نوشته 13 نحس نیست بلکه جشن پایان 12 روز است و نام درست آن 13 به دشت است. لقمان نوشته بهار اومد عاشقان را به هم برسونه. امیدوارم دقیقا همینطور باشه. کسی هم از آهنگی که پخش کردیم، از آهنگ زیبا، از آهنگ بهار تعریف کرده، گفته آهنگش خیلی قشنگ بود. در تلگرام، اینا که خوندم از فیسبوک بود، در تلگرام سمیرا نوشته سلام، من کارمندم، کارمند وزارت بازرگانی، اداره تعطیل نبوده اما من دورکاری کردم و نرفتم سر کار. اجازه بدید پیام بعدی رو که انتخاب کرده بودم براتون پیدا کنم. جلیل نوشته هر کشوری و دولتی زمانی که شرایط اضطراری اعلام می شود می تواند تصمیمات موقتی بگیرد که برخلاف قوانین باشد، ولی به دلیل مصلحت ملت و مردم مشروعیت مردمی دارد، که فکر می کنم اشارش به اطلاعیه وزارت ارشاد به رسانه ها که موقتا انتشار نسخه های چاپیشون رو متوقف کنند.
میلاد نوشته سلام، من از تهران هستم. دو هفته اخیر رو در اهواز قرنطینه بودم و دیروز همسرم رو گذاشتم اهواز و به تهران برگشتم. ما از دولت هیچ چیز نمیبینیم. اگر خودمان به داد خودمان نرسیم هیچ کس برای ما دلسوزی نمیکنه. و بعد هم اجازه بدید بهرام نوشته شاید آمار رسمی مربوط به ویروس کرونا در ایران زیاد صحیح نباشه، ولی من در کلان شهری که هستم و با توجه به سر زدن به برخی از درمانگاه ها و بیمارستان زیاد خبری از کرونا نیست. و حالا هم نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. خبرهای ورزشی امروز را از علی آخوندان بشنوید. دیروز خبری که در رسانه‌های ایران منتشر شد در رابطه با ایرادی بود که کنفدراسیون فوتبال آسیا از انتخاب سرپرست دبیر کلی فدراسیون فوتبال ایران گرفته بود و به گفته خبرگزاری‌ها غیرقانونی و خواستار توضیحات بیشتر شده بود. در واقع انتصاب آقای محمد مهدی نبی به جای ابراهیم شکوری بود. ایرادی که گفته شد به این انتخاب گرفته شده این بوده که آقای نبی عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس بوده و این ایرادش رو نمیتونسته در واقع سرپرست دبیر کلی بشه. اما خب فدراسیون بعدش یک بیانیه داد و این ادعا رو رد کرد و گفتش که 28 اسفند آقای نبی استعفا داده و 6 فروردین با استعفاش موافقت شده و مشکل قانونی نیست. حالا باید دید که چه اتفاقی میفته و فیفا و AFC این ادعای فدراسیون فوتبال ایران رو قبول میکنند یا نه. خب علی، بالاخره سرنوشت مسابقات تنیس ویمبلدون به کجا کشید؟ دیروز نشست‌های فوق‌العاده زیادی در مورد برگزاری ویمبلدون انجام شد و بحث‌های زیادی در گرفت، اما هنوز تصمیم قطعی گرفته نشد. با این حال به احتمال شاید بشه گفت قریب به یقین ویمبلدون امسال لغو میشه برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم. مسابقاتی که قرار بود به مدت 2 هفته از 29 ژوئن شروع بشه، هفته قبل هم مسئولانش گفتن که تأخیر ویمبلدون بدون ریسک و مشکلات جدی نخواهد بود. یکی از در واقع مشکلاتی که راجع به تأخیر ویمبلدون گرفتن این بودش که روزها مثلا کوتاه میشه و دیگه نمیشه بازی ها تا ساعت 9 شب برگزار کرد و باز جدول به مشکل میخوره. خب نایب رئیس فدراسیون تنیس آلمان هم پریروز گفتش که مسابقات ویمبلدون به طور قطعی لغو شده و امسال برگزار نمیشه. در حال حاضر که تمام مسابقات تنیس لغو شده به خاطر شیوع ویروس کرونا و از همه مهمترم شاید بشه به اوپن فرانسه اشاره کرد که 4 ماه به تعویق افتاد و به بعد از در واقع اوپن آمریکا و اواخر سپتامبر موکول شده. علی آخوندان و خبرهای ورزشی. و حالا هم شیداس بکابیانی و ترانه‌های پرفروش پاپ. سلام به برنامه این هفته خوش آمدید. آهنگ ST76 از Soul Train Gang. کمی سول فانک حال آدم رو جا میاره. اینم آهنگ سول ترین 76 از نوع سول ترین گنگ از سال 1976. خب همه جای دنیا همه درگیر بیماری ویروس کرونا هستند. زمانی مشکل برای همه است. تعداد زیادی از مردم در دور دنیا در قرنطینه هستند یا تحت محدودیت های رفت و آمد و تراکم در خانه های خود. در بریتانیا هم کوچه و خیابان ها خلوت و همه فروشگاه و مغازه ها تعطیلند. در این ایام موسیقی برای بسیاری روح بخش، امید دهنده و یا سرگرم کننده است. به همین خاطر تعداد زیادی از آهنگ‌های ماندگار دوباره به طور قابل توجهی استریم میشن. این هفته نگاهی داریم به جدول یا لیست بیشترین استریم شده های بریتانیا در این هنگام. شاید آینه ای از زمان مردم بریتانیا. Hard to do.
Imagine از جان لنون شماره 7. Imagine یا تصور کن از جان لنون از سال 1971 از آلبوم به همین نام، پرفروش‌ترین تک آهنگ سولو لنون تا به حال. ترانه آهنگ شنونده رو تشویق میکنه دنیایی رو تصور کنه در صلح بدون موانع مرزی یا تقسیمات دین و ملیت. لنون خود گفته آهنگ رو به صورت یک دعای مثبت تجسم کرده و میگوید اگر میتونید دنیایی با آرامش و بدون فرقه دین تصور کنید، نه بدون دین بلکه بدون اینکه خدای من بزرگتر از خدای شماست، پس این دنیا میتونه به حقیقت بپیونده. آهنگ Move Your Feet از جونیور سینیور شماره 6. سینیور گروه دو نفر از دانمارک با آهنگ موو یور فیت در سال 2002 به رده 3 جدول بریتانیا رسیدن. آهنگ به غیر از حس شادی که داره، نقطه جذابش کورسشه. خواننده گروه جستن مورتسن میخونه Everybody move your feet and feel united، همه پای خود رو تکان دهید و احساس اتحاد کنید. قبلی ها Everybody hurts R.E.M. 9 Reach S Club 7 Hash It is the end of the world as we know it R.E.M. She wants you so badly, knows what she wants to be. Inside her there's longing. آهنگ Don't Stand So Close To Me از The Police شماره 3. دولت‌ها و مسئولین از همه خواستند که به روند زندگی خود در انزوا ادامه دهند، یک سری آهنگ‌ها که این معنی رو ترویج می‌کنند دوباره محبوب شدند. محبوب‌ترینشون آهنگ Don't Stand So Close To Me یا اینقدر نزدیک من وای نستا از The Police. قبلی ها 5 Lonely از Akon، 4 Lost Frank Ocean. I'm steady trying to find the motive. Why do what I do. آهنگ Locked Up از Akon شماره 2. در این روزها در خانه مادر و یا در قرنطینه برای خیلی ها مثل زندانی شدن میمونه و براشون این خط از ترانه آهنگ Locked Up من زندانی شدم نمیذارن بیرون برم این حس رو بیان میکنه. البته خود ترانه معنی دیگه ای داره، Akon به خاطر جرمی که انجام داده در زندانه، ولی باز کورس آهنگ که جدا از ترانه جذابیت داره. آهنگ در سال 2004 بسیار موفق بود، به رده 5 جدول بریتانیا رسید و 10 آمریکا. There's a golden sky and the sweet silver sound. آهنگ You Will Never Walk Alone از Jerry and the Pacemakers محبوب ترین آهنگ ماندگار این هفته بریتانیا. در
بله، در این ایام خارق‌العاده و تکان دهنده خیلی‌ها به سراغ آهنگ‌های احساس خوب دهنده میرن. یکی از محبوب‌ترین این آهنگا You Never Walk Alone یا هرگز تنها قدم نخواهی زد از جری اند پیس‌میکرز از سال 1963، آهنگی که به طور عجیبی همبستگی رو تشدید می‌کنه. 13 روز پیش در 20 مارس آهنگ از تعداد زیادی از رادیوهای سراسر بریتانیا و اروپا همزمان پخش شد برای نمایش همبستگی در مقابل ویروس کرونا. خب پایان برنامه کوچه فری. متاسفانه فرصت نداریم که به بقیه ترانه گوش بکنیم. ساعت اول چشم‌انداز بامدادی در همین جا به پایان میرسه.